نیروهای امنیتی ولایت فراه یک شهروند ایرانی را با 68 کیلوگرم مواد مخدر نوع کریستال در ولایت فراه بازداشت کردند. مسئولان امنیتی فراه میگویند این فرد که شهروند ایران است از منطقه نوار مرزی میل 78 از سوی نیروهای مبارزه با مواد مخدر بازداشت شده است. فضل احمد شیرزاد فرمانده پلیس ولایت فراه گفته است که این فرد قصد انتقال این مواد را به داخل خاک ایران داشت. اون ملکی که در پشت پو مربوط سیمه ده حالت اتش پیت کیلوگرم هیروین چپلی ماهر دوری پو تانکر که زیفه زیکلی و یه اون نفر مزنون پو شمول دزگیر کلی دی تیرش پا مرد خپلو امنیتی پرسنل پو واشته در پشت پو د اتایو مل ساحل څخه را انتقال کړه چې دا پرې قانونمند ډول سره. در همین حال ناصر راننده این موتر میگوید که مواد مخدر از سوی چند فرد افغان به وی سپرده شده بود تا به ایران انتقال دهد. گفتم آقا بهتون گفتم من مشکلم چیه، اگه می دین که من سر موقع سرباری بیارم این بین ما ادا کن. بعد گفت آره شما از تو ماشین تکون نخور. شبم بود، سه نفر یک لاستیک برداشتن آوردن بستن زیر ماشین. گفتم خب این چی آخه، اسمش چیه، چند کیلوه؟ گفت شما کار نگی به چیزه، ما درستش کردیم. دیگه وقتی ایر بستن و صبح نمازشون رو خوندن رفتن، ما آوردن تو پارکینگ خالی ها و شنبه هم که دم نقطه صفری گفتن آقا بیا ماشین تو دیگر چیز کن و لاستیک تو. از سوی هم فرمانده پلیس ولایت فراه از فعالیت کارخانه های مواد مخدر در ولسوالی بالابلوک ولایت فراه پرده برمی‌دارد. وی میگوید که این کارخانه تولید مواد مخدر در ولسوالی بالابلوک مخالفان مسلح را در این ولایت از لحاظ مالی و امکانات تکمیل می‌کند. چاودی مرسل بالفعل کمک کرده و هم عملیات خبری شد بالابلوک در کنس صحیح که شروع دی دنجر به دیر وسی عملیات شروع سی چاغه بکوا خاک سفید پشترود دیر سی متر پوشش لانی و نیسی بیا به انشالله موضوع کوالی سوچی دا فابریک لمنزی. این شهروند ایرانی در حالی از سوی نیروهای امنیتی ولایت فراه بازداشت می شود که یک ماه پیش نیز در یک مورد مشابه یک تن دیگر همراه با 11 کیلوگرم مواد مخدر از نوار مرزی ایران در فراه بازداشت شده بود. ادامه خبرها، مسئولان محلی ولایت فراه از معرفی عبدالبصیر سالنگی والی جدید ولایت فراه به مقام‌های امنیتی و ساکنان این ولایت خبر می‌دهند. عبدالبصیر سالنگی به جای محمد عارف شاجهان والی پیشین این ولایت از سوی اداره ارگان‌های محلی معرفی شده است. عبدالبصیر سالنگی با عنوان والی جدید ولایت فراه روز پنجشنبه طی مراسمی به مقامات امنیتی و مردم این ولایت معرفی گردید. آقای سالنگی والی پیشین ولایت پروان بود که از سوی اداره مستقل ارگان‌های محلی با عنوان والی فراه معرفی شد. فرید بختبر رئیس شورای ولایتی فراه در جریان معرفی والی جدید گفته است امیدهایی که مردم این ولایت در بخش تامین امنیت، بازسازی و مبارزه با فساد داشتند تا کنون تحقق نیافته است. بدبختانه شپتر شپار از کاله که حق امیدونه چیز مجده امنیت پا برخه کیوه، هغه امیدونه چې زموږ د بسازی په برخه کې و، هغه امیدونه چې د فساد پر ضد باندې مبارزه و، بدبختانه چې دا هیلی او دا روزګانې د خلکو تر اوسه لا هم پاتې دي. طی ماههای اخیر ولایت فراه به یکی از ولایتهای ناامن مبدل شده بود و طالبان مسلح به دروازه‌های این ولایت رسیده بودند. اما رئیس شورای ولایتی فراه از والی جدید می‌خواهد تا در قسمت تامین امنیت برنامه‌ای جدیدی را روی دست گیرد. موږ امیدوار یو چې دا اول تر ټولو مهمه د امنیت د راویستلو په خاطر باندې ستاسې توجه ولسوالیو ته، کلو ته چې هغه تاکتیکي عقب نشینیانې سي د کلو را په دې خوا باندې، او حاکمیت همیشه د مخالفینو په لاس کې و، او هره ورځ یې زموږ امنیتي ځواکونه تعدید و همیشه دوی قربانی ورکړی ده، او د خلکو تشویشونه یې راپارولي. امیدوار یو چې په دې موضوع کې جدي پاملرنه وزي. در همین حال عبدالبصیر سالنگی والی جدید ولایت فراه در مراسم معرفیش گفته است که دیگر در نزد اداره محلی فراه از این پس قوم و تنظیم شرط نخواهد بود. منظور ما آمدن ما خدمت بر مردم فراه است، بدون از اینکه کدام قوم است و در کدام تنظیم است.
پیش ما نه قوم شرط است و نه تنظیم شرط است. مشکلات و چالش هایی که در فراه است از همش خبر داریم، از گذشته از مطبوعات شنیدیم. انوار ساکنان ولایت فراه نگرانیشان را از ناامنی در قسمت بندها و پروژه‌های عمرانی این ولایت ابراز کرده بودند. حالا والی جدید ولایت فراه از اقداماتی خاص برای تامین امنیت مردم و پروژه‌های عمرانی خبر می‌دهد. کشورهای همسایه که نمی‌خواهند که پروژه‌هایی که اساسی است و پروژه‌ای که مردم فراه از 40 سال به این طرف انتظارش دارند، بند بخش‌آباد است، کاسای 1000 است و پابلین گاز قرار است که به عجب بزگره تیر شود و این ناامنی است. من انشالله یک بازی بسیار خوب قد قماندان صاحب امنیه و رئیس صاحب امنیت ملی و اردوی ملی که ما پیشتر فراموشم کردم که از اردوی ملی نام نگرفتم، با اینا یک جا بازوی از اینا در خط اول جبه کار میکنیم. عبدالبصیر سالنگی در حالی با عنوان والی جدید ولایت فراه معرفی شد که چندی قبل ساکنان این ولایت با برپایی اعتراضات گسترده خواهان برکناری محمد عارف شاجهان شدند. یک روز پس از اعتراضات گسترده، والی پیشین این ولایت از سمتش استعفا کرده و اداره ارگان های محل عبدالبصیر سالنگی والی از بقیه ولایت پروان را به جایش معرفی کرد.